عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و همکاران عزیز. تو این برنامه، تو این دیویدی در خدمتتون هستم با مسئله رواندرمانی در اختلالات دو قطبی، Psychotherapy in Bipolar Disorders. میدونید که در واقع اختلال دو قطبی یکی از اختلالات بسیار شایع و مشکل ساز در روانپزشکیه و حتی از دیویدی‌های دیگه به خاطر دارید که تأکید کردیم که به نظر میاد حتی شماره یک روانپزشکیه، به نوعی داره اسکیزوفرنی رو پشت سر میذاره و از نظر حجم آسیبی که به بیماران میزنه، میزان از کار افتادگی که ایجاد میکنه، میزان در واقع ناملایماتی که در کل جامعه ایجاد میکنه، شاید داره به مقام اول میرسه. حتی ما شاهد اون بودیم که میزان خودکشی در اختلال دو قطبی بسیار در واقع بالاست و شاید اصلی ترین عامل مرگ در واقع مرگبار در روانپزشکی باشه. تقریبا 15-20% اینا گفتیم اقدام موفق به خودکشی دارن و باز اگه خاطرتون باشه گفتیم شاید جز 10 بیماری اول بشر هست. یعنی از نظر میزان از کار افتادگی و میزان آسیبی که به اجتماع میزنه جز یکی از 10 اوله. خب و راجع به درمانهای دارویی این در دیویدیوهای دیگه صحبت کردیم. الان میخوایم یه مرور اجمالی داشته باشیم که در واقع برای این بیماری چه مداخلات روانشناسی میشه انجام داد و یا اصولاً مشاوره رواندرمانی در این بیماری جایگاهی داره یا نه. قبل از اون یک نگاهی به این بیماری بندازیم. بیماری دو قطبی واقعاً یک بیماری جدیه. فرض کردم سال 1991 حدود 20 سال پیش برآورد دولت آمریکا این بود که 50 میلیارد دلار، تکرار میکنم 50 میلیارد دلار در سال در آمریکا خسارت به جا میذاره. حالا شما میتونید تقریبا این رقم رو با جمعیت ایران و قیمت دلار در ایران هم محاسبه کنید. میگن وقتی یه نفر یه حمله بایپولار رو تجربه میکنه بعد از یک سال 50% امکانش هست که علامت دار باشه، 50% امکانش هست که بدون علامت باشه. یعنی اگر یه نفر رو شما ببینید که تو فاز مانیاست، اگه بگن فرض کنید امروز مثلا اول بهمن سال 92 هست، امکان اینی که سال بعد اول بهمن 93 دارای علامت باشه یا بی علامت باشه 50%. اما امکان اینی که اول بهمن سال دیگه فانکشنال باشه، سر کار بره و بگن به همون جایگاه قبلیش برگشته، قد همون مقداری که قبل از بیماری کار میکرده کار بکنه، فقط 25%. پس به عبارت دیگر 75% اونایی که یک حمله بایپولار رو تجربه میکنن بعد از یک سال تقریبا کار خودشون رو از دست دادن یا دچار آسیب جدی در کارکرد فردیشون شدن. پس میبینید چه بیماری مشکل سازیه. و جمله دیگه اینه، میگن میزان عود بعد از یک سال 50% و بعد از 4 سال 70%. یعنی اگر شما یه حمله تجربه کردی بعد از 4 سال 5 سال دیگه تقریبا 3/4 امکانش هست که یه حمله دیگر رو تجربه کنی. برای همین اینی که بخوای سالم در بری، یعنی هم به فانکشن خودت برگردی هم بعد 5 سال دیگه اپیزود نداشته باشی، کمتر از 25%. پس شما عمق مشکل رو در اینجا متوجه میشید و میبینید که واقعا با یک بیماری مشکل آفرین دشوار مواجه هست. خب آیا میشه برای اختلال دو قطبی از روان درمانی استفاده کرد؟ آیا انواع روان درمانی ها، روانکاوی، CBT، مشاوره در درمان این بیماری نقشی داره یا نه؟ تا چندی پیش اکثرا به صورت منفی به این قضیه نگاه میشد. یعنی باور بر این بود که این یک بیماری کاملا مغزی است، ارگانیکه و شما خیلی وقت و انرژی صرف مشاوره روان درمانی اینا نکن و در واقع اینا باید لیتیومشون رو بخورن. بعدن هم که داروهای دیگه اضافه شد، مود استیبلایزرها، والپروات، کاربامازپین و از اون طرف داروهای آنتی سایکوتیک آتیپیک اضافه شدن، اشاره کردن که درمان اصلی اینها چه در فاز حاد و چه در فاز مزمن دارو درمانی است و در واقع دارو درمانی هسته مرکزی درمان اختلال دو قطبی رو تشکیل میده. متفق کنم شما از دیویدیهای دیگه، از دیویدی لیتیوم، دیویدی والپروات، دیویدی درمان بیماری های خلقی به خاطر دارید که فاز نگهدارنده
یعنی تو اون فازی که ما بخوایم جلوی یه حمله دیگر رو بگیریم و کمک کنیم بیمار به فانکشن برگرده، دوباره بتونه سر کار بره و یه زندگی بی علامت رو تجربه کنه، اونطوری که فکر میکردن به دارو درمانی خیلی هم جواب نمیده. اولا ریزش خیلی بالاست، تقریبا میبینی 70-75% لیتیوم والپراتشون رو ول میکنن، و بعد اونایی هم که لیتیوم و والپرات موندن اکثرا میبینی 20-25% بهتر از پلاسبو جواب میگیرن. پس در واقع دارو درمانی اونجوری هم که ما فکر میکنیم معجزه به جا نمیگذاره. پس تو این فکر افتادن آیا ما میتونیم روان درمانی رو اضافه کنیم. تقریبا سالهای 1990 بود که روانشناسا و روانپزشکا به این فکر افتادن که بیان دارو درمانی رو در کنار روان درمانی تجربه کنن، یعنی بیان درمانهای روانشناختی رو به درمان BMD اضافه کنن. شاید اولین اقدام منسجم، اولین اقدامی که به صورت کتاب در اومد، کتابی است تحت عنوان Cognitive Behavior Behavioral Therapy for Bipolar Disorder، درمان شناختی رفتاری برای اختلال دو قطبی، نوشته مونیکا رامیرز باسکو و جان باش. این به منوال باسکو و راش معروفه. باسکو و راش از اون اسمایی که باید روانشناسا و روانپزشکا یاد بگیرن. باسکو و راش، باسکو و راش، مونیکا رامیرز باسکو، جان راش. تقریبا من یادم اون دوره که من رزیدنت بودم کتاب اصلی که معرفی میشد برای روان درمانی اختلالات در واقع دو قطبی کتاب باسکو و راش بود و چاپ اولشون موقع بود. الان چاپ دومشه، 2005 چاپ دوم این به بازار اومده و من این رو در دیویدیتون گذاشتم. کتابیست بسیار روان، خیلی راحت، و شما میتونید این 300 خورده صفحه رو شاید تو یک هفته قشنگ یاد بگیرید. البته من قسمت‌های مهم این کتاب و کتاب‌های مشابه رو تو همین دیویدی براتون توضیح میدم. و نکته جالبی که در کتاب باسکو و راش بود این بود که یک پکیج درست کرده بودن که انواع مداخلات شناختی رفتاری رو برای بیماری دو قطبی معرفی کرده بودن. حالا چیا توش بود در ادامه خواهم گفت. مثلا نکته خیلی قشنگ این بود، قشنگ از این جهت میگم که خیلی ها تو ایران انتقاد میکنن موضع مخالف دارن اینا، که هنوزم که هنوزه باسکو و راش کتابش یکی از پرفروشترین کتاب ها در زمینه روان درمانی اختلال دو قطبی است، ولی شما هنوز یک مقاله ای که RCT باشه، Randomized Clinical Trial، یک مطالعه تصادفی کنترل شده برای اثر بخشی محتویات این کتاب در بایپولار دیزوردر پیدا نمی کنید. و جالب خود اینها هم میگن آره ما پژوهشی منسجم روش نکردیم، این بیشتر اجماعه، بیشتر تجربه شخصی مونه و کارهایی که رو مریضا محک زدیم و حس میکنیم جواب داده. پس میبینید متاسفانه وقتی صحبت از روان درمانی میشه خیلی ها استاندارد رو در کشور ما خیلی یه جور افراطی بالا فرض میکنن که آره RCTش کو، پلاسبو کنترلش کو. باید بهتون بگم آره متاسفانه خیلی از این منوال ها نه RCT درست حسابی دارن، نه اصلا کنترل دابل بلایند پلاسبو دارن. برای همین بیشتر یک اجماعی از درمانگراست. اینم که شاید پرفروشترین کتاب در این زمینه باشه، هنوز که هنوزه هیچ کس با وجود اینکه به چاپ دوم رسیده نیومده این رو به صورت دابل بلایند توی عده پیاده کنه، یا به صورت حالا دابل بلایند که خیلی سخته، برای اینکه باید درمانگر ناظر اون داور و همچنین خود بیمار ندونه آیا واقعا داره این CBT رو میگیره یا یک چیز فیک میگیره، ولی حتی به صورت RCT هم پیاده نشده که بیان تصادفی در رو توی این بفرستن، تصادفی در رو توی درمان دیگه بفرستن و بعد فالو کنن که ببینن چی میشه. اینو بهتون گفتم که بدونید آره منابع زیاده، ولی اونجوری هم که اگه انتظار دارید خیلی دقیق به صورتی که هیچ گونه شبهه‌ای توش نباشه حتما با متدولوژی مدرن ثابت شده باشه کمن. پس اگه میبینین تو ایران هم یه عده میگن آخه شما پس سندت کو داری این کارو میکنی، تو بقیه دنیا هم همچین سندی نیست ولی خیلی هم استفاده میشه. باسکو و راش اولین در واقع منوال درمانی بود. این اوایل دهه 90 کتاب رو چاپ کرد. عرض کردم چاپ دومش 2005 است. الان تو بازار موجوده. خب یه عده در همون سالها به این فکر افتادند، خیلی قدیم نیست، که بیان این مداخلات شناختی رفتاری یا مشابه اون کاری رو که باسکو و راش کردن توی گروه‌های مختلف محک بزنند و در واقع شروع کنن یه RCT های نیم بندی رو برای این قضیه پیاده کنند. اولین و شاید معتبرترین اونها
که میشه گفت معیارهای رو تقریبا کامل پر کرده بود و میشد گفت به نوعی استاندارد خوبی داشت. مقاله بود که توسط آلیسون پری چاپ شده بود. این به مقاله آلیسون پری معروفه. اونایی که تو CBT یا شناخت درمانی یا اصولا روان درمانی اختلالات خلقی کار میکنن میگن اولین سندی که نشون داد این کار مؤثره مقاله آلیسون پری و گروه همکارش بود. 1999 تقریبا 5 سال بعد از چاپ جلد اول باسکووراش که بعضی از قسمت‌های باسکووراش رو گرفته بود و این رو محک زده بود. تو ژورنال معتبری هم چاپ شد، British Medical Journal BMJ. یعنی نشون میده مقاله ارزش داشته و شما خواهید دید که یافته‌های مقاله خیلی ارزشمند بود. من یه ذره به این یافته‌ها اشاره می‌کنم، بعد کم کم میریم به کار عملی‌تر که در زمینه درمان اختلال دو قطبی چه کارهایی هست. و ببینید چقدر دیزاینش ساده بود. برای خیلی ها که میخوان پژوهش کنن و به دنبال طرح تحقیقاتی هستن، به نظر من ببین خیلی کار ساده بوده. 69 نفر بیمار BMD رو به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم کرده. یعنی تقریبا 30 خورده ای تو هر گروه، یه 35 تا، یه 34 تا. و براشون 7-12 جلسه ساختاری با درمانگر تو گروه آزمایش گذاشته و در گروه گواه کار خاصی نکرده، گفته همون درمان معمولتون رو ادامه بدید. پس 7-12 جلسه. و در واقع شما نگاه میکنید، حتی یکی ممکنه اعتراض کنه که وقتی شما تفاوت ببینید شاید اثر پلاسبو باشه، بالاخره یه 7-12 جلسه اومدن یه عده دیگه درمان معمول گرفتن، اینا فکر میکنن شاید اتفاق خاصی افتاده باشه، نمیدونم. ولی در حال دیزاینش خیلی ساده بود. و کاری که در واقع در این مطالعه می‌کردن اینه، اساس CBT که تو مقاله آلیسون پری بود این بود، به بیماران بیان بگن شناسایی و پایش علائم هشدار دهنده عود مانیا و افسردگی. یعنی حالا در ادامه توضیح خواهم داد، نگران نباشید. اگه می‌بینید سریع از روش رد میشم نگی که او نفهمیدیم چی شد، تو این دو سه ساعتی که در خدمتتون هستم خواهید دید. یکی از تکنیک‌های اصلی که باسکو و راش مطرح کرده بودن و اصولاً سابقه داشت در درمان اختلالات دو قطبی این بود، میگفتن این بیماری ها عود کنندن، درسته؟ و قبل از اینی که اپیزود بعدی بیاد معمولاً یه سری علائم هشدار دهنده میاد، warning sign، که مثلا چی هست؟ مثلا میگفتن خوابشون کم میشه. مثلا چی هست؟ مثلا پرحرف میشن. مثلا چی هست؟ میرن تو خودشون، حوصله بیرون اومدن ندارن. و اساس این CBT این بود که بیای علائم هشدار دهنده خودت رو فهرست کنی، بشناسی و بعد بیای مراقبت کنی که اگر دیدی این علائم پیدا شد، قبل از اینی که یه اپیزود درست حسابی مانیا یا افسردگی بیاد سراغت، زودی بیای بری درمان بگیری، مراجعه به درمانگر در هنگام بروز عمده علائم. این اساس تحقیق آلیسون پری بود. خیلی ساده است، می‌بینید تو 7-12 جلسه. حالا محتویات این جلسه چی ها هست میریم جلو روشن میشه. و یافته خیلی درخشان بود، شما این رو نگاه کنید خیلی تو چشم میاد. این گروه در واقع آزمودنی است، اونایی که 7-12 جلسه رو گرفتن. این گروه کنترل، اونایی که هیچ جلساتی رو نگرفتند. و این پایین هم زمان به هفته است. ببینید تقریبا اینجا 50 هفته است، یعنی 1 سال، اینجا میشه تقریبا 1.5 سال. بعد 1.5 سال تعداد اونایی که مانیک شدند، ببین تقریبا 60% تو گروه کنترل، در صورتی که تو گروه آزمون 30%. یافته خیلی فاحشه، محسوسه. یعنی اونایی که 7-12 جلسه گرفتن و مراقب علائم هشدار دهندهشون بودن، تونستن حملات مانیا رو قبل از اینی که تبدیل به یه حمله کامل بشه شناسایی کنن، پاشن برن دکتر، حالا آنتی‌سایکوتیک بگیرن، لیتیوم بگیرن، هرچی هست، و درمانشون رو در واقع در اون لحظه شروع کنن و اجازه ندن به یک سندروم کامل تبدیل بشه. پس شما اصلا فاصله رو نگاه کن، خیلیه. این مقاله به قدری جذاب بود که همه رو تشویق کرد که بیان تو این حوزه کار کنن. چون اگه شما بتونی واقعا 50% میزان عود رو نصف کنی با 7-12 جلسه، چرا این کارو نکنی؟ و چرا تعداد زیادی مشاور، مددکار، پرستار، روانپرستار، روانشناس استخدام نکنی؟ 7-12 جلسه بذاره با این تکنیک ساده این فاصله رو به دست بیارن. پس time to first manic relapse. البته مقاله به یه چیز دیگه هم اعتراف داره.
میگه این برای حملات مانیا کمک کرد، اما برای حملات افسردگی کمک نکرد. یعنی به نظر میومد نتونست این روش نشون بده. ببینید تقریبا منطبق به همان، تازه این گروه کنترل، گروه در واقع آزمون بدتر عمل کرده، ولی خب معنیدار نبوده، ولی خیلی به هم نزدیک حرکت کرده. اینو مقایسهش کنیم با این که اینقدر فاصله داشته. و جوابشون این بود که اون سی بی تی، حالا ایراد سی بی تی بوده، ایراد مریضا بوده، ایراد تکنیک اجرا بوده، هر چی بوده، نتونسته جلوی بروز حمله افسردگی بعدی رو بگیره، ولی جلوی حمله مانیا رو خیلی خوب گرفته. این به مقاله آلیسون پری معروفه، 1999 بی ام جی. دیگه از اون موست سایتده تو همه کتاب ها و مقالات، تا میخوان شروع کنن بگن اثر بخشی روان درمانی، اثر بخشی سی بی تی، به این مقاله اشاره میکنن. خب بعدن یه عده دیگه اومدن مشابه این رو تکرار کنند. حالا من به اینا هم اشاره میکنم هم تکنیکاش رو میگم. مثلا 2006 این دفعه تو ژورنال بریتیش ژورنال آف سایکیاتری چاپ شد مقاله جان سکات یا یان سکات، که در واقع این هم یک رندومایزد کنترول ترایال بود، سی بی تی برای اختلال دو قطبی. نتایجی که این گرفت متاسفانه اونقدر به درخشانی آلیسون پری نبود. این چیکار کرد؟ اون اولا اعتراضی که میکردن میگفتن این توی یه مرکز بوده و گروه درمانگرها یه عده بودن، حالا یا بایس ممکنه داشتن یا تکنیکشون خاص بوده یا بیماران یه دسته خاصی بودن. این اومد مولتی سنترش کرد تو چند گروه مختلف، تو چند مرکز مختلف. 253 تا بیمار رو گرفت و 253 تا بیمار رو هر 8 هفته برای 18 ماه ارزیابی کرد. یه عده سی بی تی گرفتن، یه عده تاو گرفتن. تاو چیه؟ میتونید بگید؟ Treatment as usual، یعنی درمان معمول، TAU، treatment as usual. و برای گروه CBT 20 جلسه CBT گذاشتن هفتگی، یعنی 20 هفته بهشون جلسه دادن و تا 18 ماه دنبالشون کردند. خب اگه بخوایم ببینیم چه چیزایی توی آزمونشون بود، برای اینکه تو تاریخچه اهمیت داره، چون بعدن که میخوام بگم درمانهای روانشناسی بیماری دو قطبی چیا هست، میخوام کم کم ذهنتون آشنا بشه. تا حالا با یکیش آشنا شدین تو مقاله آلیسون پری، چی بود؟ شناسایی و پایش علائم هشدار دهنده، درسته؟ اینم یه چیزای دیگر رو بهش اضافه کرده بود، مثلا پذیرش و قبول بیماری و نیاز به درمان. حالا کم کم میایم میگیم چیا هست اینا. شناسایی و مدیریت استرس های روانی و مشکلات بین فردی، مدیریت افکار خودکار ناکارآمد، اون افکار ناکارآمد اتوماتیک، بهبودی همکاری و کامپلاینس در مصرف دارو، استراتژی هایی برای مقابله با افسردگی. اینا اجزای جلسات سی بی تی در واقع مقاله اسکات رو تشکیل میده. شخصا اینو میگم، ببینید این مقاله قبلی خیلی ساده بود، اگه یادتون باشه فقط یه چیز ساده بود، ولی یه سی بی تی پیچیده بود. برای همین شما میتونی اعتراض کنی که آخه از کجا معلوم تو 20 جلسه واقعا همه اینا رو تونسته باشی کار کرده باشی. مدیریت افکار خودکاری کار خیلی سختیه تو سی بی تی، یا نمیدونم استراتژی های مقابله با افسردگی اصلا خودش یه دنیاست، همش یه جلسه این کار کن، یه جلسه اون کار کن، یه جلسه اون کار کن، بعید جواب بده. و جوابم همینجوری بود. میزان اود رو در دو گروه ببینید، این سه به علاوه ها گروه سی بی تیه، این ایکس ها گروه تاوه. تاو چیه؟ treatment as usual. ببینید خیلی شبیه هم حرکت کرده. مقاله اسکات نتیجه گرفت که نه، ما انجام دادیم نشد، این مانوال ما نتونست اون جواب مطلوب رو ایجاد کنه. و حتی اگه علائم رو نگاه کنیم، میزان علائم افسردگی و مانیا بر اساس اسکیلایی که ما سنجیدیم تو دو گروه با هم فرقی نداشت. ببینه علائم مانیا تو دو گروه خیلی شبیه هم بوده تو 72 هفته، چون گفتیم هر 8 هفته میومد این علائم رو اندازه‌گیری میکرد. علائم افسردگی هم ببینید تقریبا مماس بر هم حرکت میکنه. مقاله اسکات این انتقاد رو مطرح کرد، گفت والا ما ندیدیم این نتیجه رو، و شاید اونجوری هم که خیلی ها خوشبینن، روان درمانی برای اختلالات دو قطبی کمک نکنه، نه جلو عودشون رو گرفته در اینجا، نه تغییری توی میزان افسردگی یا مانیاشون ایجاد کرده. اما گفتم منتقدین خیلی به این اعتراض کردن، گفت فقط با 20 جلسه تو واقعا همه اینا رو گفتی؟ این تازه بعضی از اجزاشه که من اینجا گذاشتم، بعضی از اجزای دیگه نیست.
آیا واقعا با 20 جلسه تونستی همه اینا رو راه بندازی؟ مطمئنی؟ اما همون هم یه چیزی داشت، اینجور هم نبود که همش ناامید کننده باشه. اونم این بود که تو گروهی که سی بی تی انجام شده بود، اگر بیماری دو قطبی در مراحل اولیه خودش بود اثر داشته. یعنی چی؟ یعنی اون آدمی که تا حالا دو بار سه بار حمله مانیا یا افسردگی داشته و وقتی تعداد حملات به 7 تا 11 تا میرسید تقریبا یکسان میشد و اگه بالاتر 10 یا 12 حمله بود دیگه کم کم سی بی تی بی اثر میشد. پس اگه یکی هست حمله اول تا ششم شه، دقت کنید دوستان، حمله اول یا ششم، یعنی اول بیماری دو قطب میشه، تازه اولین بار این بلا اومده سرش، یه بار دو بار این بلا اومده سرش، دیدن تو اونا سی بی تی اثر میکنه. ولی اگه مریض کهنه شده، بیماری دو قطبیش مزمن شده، دیدن مدل اسکات خیلی جواب نداده. پس اینم یه خلاصه از یه مقاله بسیار معروف دیگه. تا حالا دو تا مقاله دیدیم. یه اصطلاحی هست میگن که یک 5 ساله یه طلایی وجود داره. لغتی هم که به کار میبرن میگن لاستروم. L-U-S-T-R-U-M. لاستروم. لاستروم یعنی دوره 5 ساله. در روم باستان هر 5 سال یه بار می اومدن سرشماری می کردن و به اینا می گفتن لاستروم. شاید همین دلیلی هم که شما می بینی هنوز که هنوز سرشماری ها 5 سال است، آمارها 5 سال است، برمی گرده به تمدن روم و لغت لاستروم. میگن توی روان درمانی اختلال دو قطبی هم لاستروم طلایی، گولدن لاستروم، 1999 یعنی زمان انتشار مقاله آلیسون پری تا 2004 بوده و تو اون 5 سال سریعا مکاتب مختلف شکل گرفتن. و ببینید چقدر معاصره، میبینید؟ یعنی اگه شما کتابی رو داری میخونی مال 10 سال پیشه، جزوه رو میخونید مال 10 سال پیشه، یا شما اگه 10 سال پیش دانشگاه رفتید احتمالا خیلی از اینها اون زمان نبوده. زمان رزیدنتی من فقط مینوشتن باسکو و راش، یه اشاره هم به الن فرانک میکردن که به اونا اشاره خواهم کرد. مکاتب مختلف به تدریج شروع میکنن رو اومدن تو اون سالها. حالا من مکاتب اصلی روان درمانی در بی ام دی رو میخوام براتون یکی یکی بگم. بیایم شروع کنیم با مکتب پیتسبورگ پنسیلوانیا شروع میکنیم. اینم شهر پیتسبورگ، عکسی ازشه، بسیار شهر زیبایی است. رود از کنارش رد شده و مرکز پیتسبورگ هست. جمعیتش هم زیاد نیست، حدود 300 هزار نفره و این به درمان من نشأت گرفته از پیتسبورگ معروفه. کسی که این رو رشد داده خانومی است به نام الن فرانک. الن فرانک. زمان رزیدنتی من الن فرانک مطرح بود ولی خیلی کارش هنوز شناخته شده نبود. کتابش اینه: Treating Bipolar Disorder: A Clinician's Guide to Interpersonal and Social Rhythm Therapy. پس فکر کنم فهمیدید درمانش هم که مطرح میکنه چیه؟ الن فرانک. حتی من با الن فرانک یه چند بار برخورد داشتم و این نظر رو دادم که برای آمفتامینی ها، برای هروئینی ها میشه این رو پیاده کرد و خیلی استقبال کرد. ولی واقعا راستش بخواین تنبلی خودم به اضافه مشغله زیاد اجازه نداد دنبال این برم. این هنوز برای یک نوع پژوهش خوبه و فکر کنم خودش حمایت کنه. برای اینکه بهش گفتم این نظامی که تو برای بایپولار طراحی کرده برای آمفتامینی ها میتونه جواب بده، برای هروئینی ها و متادونیا میتونه جواب بده. گفت قطعا اینجوره و حدس خیلی قوی دارم و خیلی خوشحال میشم که اگر کسی این کار رو بکنه. حتی قسمت زیادی از منابعش رو برام فرستاد ولی واقعا کوتاهی از من بود و دنبال این کار نرفتم. الن فرانک، تریتینگ بایپولار دیزوردر. اما در واقع سیستمی که او مطرح میکنه چیه؟ یکی از قدیمی ترین هاست. قدیمی هم دارم میگم، یعنی مثلا مال 10-12 سال پیش. مال کجاست؟ پیتسبورگ، پنسیلوانیا. اسم سیستمی که ابداع کرده اینه: Interpersonal and Social Rhythm Therapy. Interpersonal and Social Rhythm Therapy. Interpersonal Social Rhythm Therapy که در واقع آکرونیمش و مخففش میشه IPSRT. IPSRT. پس اولین مکتبی که میخواییم باهاش آشنا بشیم IPSRT هست. من هی تکرار میکنم تو ذهنتون جا بیفته: Interpersonal Social Rhythm Therapy و توسط الن فرانک هست، خانم الن فرانک. باز بخواید بدونید راجع به این مکتب اینه: او خیلی تحت تأثیر Interpersonal Therapy قرار گرفته. Interpersonal Psychotherapy توسط کی ابداع شد؟ جرالد کلرمان و میرنا وایزمن.
من امروز نمیخوام راجع به IPT صحبت کنم، در DVD‌های دیگه صحبت میشه. Interpersonal Psychotherapy، در واقع روان درمانی بین فردی. ولی این دو اسم رو شما باید حفظ باشید، ببخشید ولی باید بعضی اسما رو حفظ کنید. جرالد کلرمان، میرنا وایزمن. جرالد کلرمان، میرنا وایزمن، اینا مبتکران IPT هستند و یک روانپزشک یا یک روانشناس بالینی باید بدونه اینا رو. میرنا وایزمن، خانم وایزمن، جرالد کلرمان، که در واقع کتابشون این بود، Clinician's Quick Guide to Interpersonal Psychotherapy، روان درمانی بین فردی. امروز جاش نیست صحبت کنم، ولی میرنا وایزمن زندگی خیلی تو در تو و پیچیده ای داشت و از شاخه های مختلف اومد. اولا اپیدمیولوژیست بود، بعدا اومد به سمت روان درمانی، با کلرمان ازدواج کرد. کلرمان در دولت جیمی کارتر صاحب منصب شد، به مقام رسید در وزارت بهداشت و به کمک جرالد کلرمان دوتایی این روان درمانی رو راه انداختن. ولی جرالد کلرمان متاسفانه خیلی زود مرد، کانسر مثانه یا کلیه گرفت، دقیقاً یادم نیست، 1992 مرد و بعد از او ای به تنهایی کار رو ادامه داد و آخر عمرش هنوز زنده است. با مارشال نایرنبرگ معروف ازدواج کرد. فکر کنم شما مارشال نایرنبرگ رو پزشکا حتما اسمش شنیدن، یا اونایی که حتی رشته طبیعی خوندن، رشته زیست شناسی خوندن، در کتاب زیست شناسی سوم دبیرستان اسمش هست. مارشال نایرنبرگ جایزه نوبل برده و او کسی است که RNA و داستان تبدیل DNA به RNA رو کشف کرده و در اواخر عمر همسرش بود و باز کارهای خودش رو ادامه داد و الان دوباره تک تنها داره IPT رو ادامه میده. خب فعلا از میرنا وایزمن و جرالد کلرمان دور بشیم. فقط اینو بگیم که اون روش IPSRT، Interpersonal Social Rhythm Therapy، در واقع الن فرانک، الهام گرفته از IPT این دوتاست. خب اما Interpersonal سایکوتراپی که اومده با سوشال ریتم توسط الن فرانک مخلوط شده، از چه مفاهیمی تشکیل شده؟ قبل از اون الن فرانک به دو مفهوم اشاره میکنه تو کتاب خودش، کتاب رو گذاشتم خدمتتون، زایتگیبر یا زایتگیبر و زایتشتورر. این اصطلاحان در روانشناسی و کتابهای روانپزشکی هست، فکر نکنید میخوایم آلمانی درس بدیم، شما باید این لغت ها رو بدونید. کسی این دو لغت رو شنیده؟ Zeitgeber. Zeit یعنی چی؟ زمان. Geber یعنی چی؟ دهنده، زمان دهنده. Zeitstörer یعنی چی؟ اون چیزی که زمان رو به هم می‌ریزه. پس زمان دهنده و به هم زننده زمان. معتقدم که مغز ما توسط بعضی فرایندها مرتب زمان تو سرش کنترل میشه. مثلا غروب خورشید، طلوع آفتاب، همه اینها به نوعی سیرکادین ریتم یا ریتم زمانی ما رو کنترل میکنند. ساعت نهار، ساعت شام، صبح سر کار رفتن، عصر به منزل اومدن، برنامه تلویزیون، اذان صبح، اذان مغرب، اذان در واقع ظهر، همه اینها زایتگیبر هستند. یعنی یه جوری مغز ما رو توی زمان خاص نگه میدارند، نمیذارن مغز ما زمان رو گم بکنه، سیستم بیولوژیک ما زمان رو گم بکنه، در واقع سیرکادین ریتم بیولوژیک ما رو کنترل میکنن. پس اون چیزایی که سیرکادین ریتم ما رو کنترل میکنن بهشون میگن زایتگیبر. یه سری چیزا هم داریم که این زمان رو برای ما به هم میزنند، مثلا پرواز با هواپیمای جامبو جت از این سر دنیا به اون سر دنیا که اصطلاحا میگن جت لگ. متوجه شدن وقتی که زمان مغز ما رو به هم میزنی با هر روشی، مثلا محرومیت از نور، کار کردن تو جایی که صبح و شب و نبینی، یا برنامه‌های نامنظم کاری، مثلا یه شب شیفتم، یه بار صبحم، نمیدونم یه راننده هستم، بعضی موقع آنکالم، پزشکم، کشیکم، نگهبانم، همه اینا، ساعتت که به هم میخوره، حالا چه با سفر هواپیمایی چه با اونها، دچار حالت‌های خلقی میشی. و معتقد بودن که بیماری‌های خلقی ارتباط تنگاتنگی با نامنظم شدن سیکل شبانه روزی یا سیرکادین داره. حتی اولین یافته ها بعد از اینکه این پروازهای جامبو جت اومد متوجه نکته جالبی شدن که اولا اگر شما از غرب به شرق پرواز کنی، یعنی مثلا فرض کن از تهران بخوای بری تایلند، آجاسمنت و انطباقت با نور سخت‌تره، یعنی شما سخت‌تر میتونی خودتو تنظیم کنی تا از تهران پاشی بری لندن، یعنی رو به غرب بری. رو به غرب رفتن راحت‌تره،
چون شما باید در واقع دیرتر بخوابی، ولی رو به شرق رفتن باید زودتر بخوابی، زودتر بیدار شی و این کار سخته. و متوجه شده بودن که اگر شما از غرب، در واقع از شرق به غرب بیای، معمولا افسرده تر میشی، در صورتی که از غرب به شرق بری مانیک تر میشی. و این رو تو بیماران دو قطبی دیده بودند که وقتی اینوری حرکت میکنند، یعنی به زمانی میرن که باید بیشتر در واقع به سمت غرب حرکت کنن، افسردگی توشون دیده میشه، و اونوری حرکت کنن مانیا دیده میشه. این شد اساس نظریه در واقع الن فرانک که معتقد بود به هم ریختن سیکل شبانه روزی و فعالیت‌های روزمره هسته اصلی اود مانیا و دیپرشنه. پس ببینید پیش‌فرض او اینه. او معتقده ما زایت گیبر داریم که فعالیت‌های روزمرهمون رو ثابت نگه می‌داره. وقتی زایت شتورر‌ها بیان و ساعت ما رو به هم بزنند، حالا میخواد پرواز باشه، میخواد نور مصنوعی باشه، میخواد شیفت شب باشه، شما احتمال اینکه بیماری خلقی بگیری افزایش پیدا میکنه و عود شما شکل میگیره. حالا در کنارش اون یک لغت دیگه هم اضافه میکنه، میگه ما در زندگی علاوه بر اینکه بیولوژیک یعنی زیست شناختی سایت گیبر داریم که نور خورشید هست، ساعت واقعی هست، سوشال زایت گیبر هم داریم. سوشال زایت گیبر یعنی چیزی که زمان ما رو تنظیم میکنه ولی ماهیت اجتماعی داره. مثلا وقتی نهار میشه همه با هم نهار میخوریم، وقتی اداره تعطیل میشه، وقتی اول صبح همه میریم مدرسه، وقتی اول صبح همه میریم سر کار. و در واقع چیزهایی که میتونه برای ما سوشال زایت گیبر باشه ایناست، مثلا ازدواج و یا پارتنر ما، چون یه آدم دیگه است که او منظمه و ما رو منظم میکنه. مثلا اگه همسر شما هر روز ساعت 7 بیدار میشه، صبحانه میذاره، پس شما یه جوری منطبق میشی با او حرکت کنی. ولی وقتی تک و تنها زندگی میکنی، میبینی یه روز 9 صبح بیدار میشی، یه روز 10 صبح بیدار میشی، یه روز اصلا تا صبح بیداری. بعضیا میگن، بعضی موقع ها میگن که صبح ساعت چند بیدار میشی، میگه بگو صبح ساعت چند میخوابی، یعنی اونوریه، یعنی 5 صبح میگیره میخوابه. یا کار معمولا ساعت ما رو خیلی منضبط میکنه. مثلا ما دیدیم که خیلی ها کارشون رو از دست میدن، دیپرس میشن. ولی میگه داستان فقط این نیست که کارتو از دست دادی، روحیتو باختی. کارتو که از دست میدی، کار یک سوشال سایت گیبره. یعنی بهت میگه 7 صبح باید بیدار شی، تا 3 بعد از ظهر یه جایی باشی، بعد بیای خونه، بعد مثلا 5 بعد از ظهر استراحت کنی، بعد از اونورم 9 شب باید بخوابی. ولی وقتی کار رو نداری، اجتماع رو نداری، با کسی زندگی نمی‌کنی، سوشال سایت گیبرم نداری، در نتیجه زندگیت یه حالتی میشه که همش به هم ریخته و شبانه روزت یک حالت بی‌نظم داره. اساس نظریه‌ای که الن فرانک مطرح میکنه اینه. میگه به هم خوردن ریتم دهنده های اجتماعی که طبیعیست تو بیماری های دو قطبی هم خیلی زیاده دیگه، شغلشو از دست میده، همسرش میذاره میره، دیگه پارتنر نداره، تو اجتماع تحویلش نمیگیرن، در اینجا راست میگه، این اصلا یه پژوهش خیلی خوبه. شما هم معتادان هم بیماران دو قطبی رو ورداری، فقط میزان رفتارهای روزمرهشون رو محک بزنی، بگی صبح ساعت چند بیدار میشی، شب ساعت چند میخوابی، نهارت ساعت چنده، اولین ساعتی که از خونه میری بیرون که یه چای تو کی میخوری. و شما میبینی مال بقیه مردم معمولا منظمه، بعضی اصلا این ساعت کار میکنن، میگه 6 و نیم بیداریم، 7 صبحانه خوردیم، 7 و نیم از خونه بیرونیم، از اینقدر اتوماتیکه که از روی میتونی ساعت خودت رو تنظیم کنی. میگن شوپنهاور اینجوری بوده، بقیه از رو ساعت بیرون اومدن از خونهش میگفتن ساعت چنده، چون اینقدر منظم میومده. در مقابل یک بیمار خلقی رو بخوای بری اینو تست پایان نامه است، خیلی قشنگ تو چیز کنی، نگاه میکنی اصلا همینجوری نوسان داره، بعضی روزا اصلا میگه تا لنگ زور خوابم، بعضی روزا اصلا تمام اون روزو نخوابیدم. چرا؟ معتقد ریتم دهنده های اجتماعیش مختل شده. میگه ریتم دهنده اجتماعی که مختل میشه تو همه این مسئله رو ایجاد نمیکنه، ولی تو اونایی که سرشتشون مشکل داره، تمپرامنتشون، تو جنس زن به خصوص بیشتر، تو خانم ها، اونایی که حمایت‌های اجتماعی ندارن، اونایی که مهارت مقابله با مشکلات رو ندارند، به هم خوردن ریتم دهنده اجتماعی به هم خوردن ریتم دهنده‌های بیولوژیک منجر میشه. یعنی سیکل خواب و بیداری این آدما به هم می‌ریزه. و سیکل خواب و بیداری که به هم ریخت، اگر شما استعداد ژنتیکی و بیولوژیک داشته باشی، ژنش تو شما باشه و همزمان نری اون ریتم بیولوژیکت رو درمان کنی، داروی تنظیم خواب نخوری، ملاتونین نخوری، خواب آور نخوری، سیکلت حسابی به هم میریزه و
و دچار بیماری خلقی میشی. پس نظریه در واقع interpersonal social rhythm therapy الن فرانک معتقد بیماری خلقی اینجوری ایجاد و عود میکنه. پس کلید اصلی به اعتقاد او تنظیم ریتم دهنده های اجتماعی است و او معتقده اگر ما با روان درمانی بین فردی کاری بکنیم که بیمار خلقی سر ساعت بیدار شه، سر ساعت بخوابه، ساعت منظمی از روز رو کار کنه، ساعت منظمی رو استراحت کنه، این برنامه هاش یک نظم دهنده بیرونی داشته باشه، ریتم بیولوژیکش آسیب نمیبینه و ریتم بیولوژیک که آسیب ندید بیمار عود نمیکنه. اینم بهتون بگم این قسمتش راسته. خیلی منابع رو این زیاده. شما یه آدمی رو که استعداد افسردگی داره یا استعداد حالت دو قطبی داره خیلی راحت میتونی بندازیش تو حالت دو قطبی. چه جوری؟ من براتون مثال میزنم. شما یه ذره ژن افسردگی داشته باشی وادارت کنن 2-3 ساعت بیشتر بخوابی، مثلا به جای اینکه 6 صبح بیدار شی به جای اینکه 7 صبح بیدار شی کاری کنم میگم به زور، حالا زوره نمیدونم هیچ کاری نیست، تا لنگ زور باید بخوابی تا ساعت 11 بخواب، دقت کردی بیدار میشی تمام اون روز افسرده ای اونقی. یا یک مانیک کافیه یه شب نذارن خوب بخوابه، نزدیکی های صبح حالت های هیپومانیا رو توش میبینی. بعضی از دوستان پزشک این تجربه رو شاید داشته باشن، میگن روزایی که کشیکیم نزدیکای صبح میشه به جای اینکه خسته باشیم به جای اینکه خواب‌آلود باشیم بدتر شوخیمون میگیره، دیسینهیبیتیم، جوک میگیم، اصلا خوابمون هم نمیاد، حتی پررو میشیم، با این اون دعوا میخوایم بکنیم، لیبیدومون زیاد میشه. اینا اونایی هم که چی؟ استعداد دو قطبی دارن. و شما هم دیدید مهمونی داره تا صبح بیداره، نزدیکی های صبح هرچی میریم به صبح نزدیک تر میشیم رفتاراش انانگسیخته تر میشه، این یعنی حالت بایپولار هست. یا یه افسرده درست حسابی رو اگه از خواب محرومش کنی میبینی خلقش بلند میشه، خوب میشه و خیلی از اینا سفر بهشون کمک میکنه به اینکه نظم خوابشون رو به هم میزنه. پس او معتقد بود اصل کار نظم فعالیت های روزانه است که در واقع باید انجام بشه. پس اساس روان درمانی های IPSRT چیا هست؟ 1. پایش ریتم دهنده های اجتماعی. یه قسمت زیادی از کتاب الن فرانک صرف این میشه که بیاد ریتم دهنده های اجتماعی رو پایش کنه. تو روان درمانی این کارو میکنن، جلساتی با بیماران میذارن و میان تمام فعالیت های روزانه شون رو چارت میکنن، میسنجن. مثلا ببینیم این ایام هفته است، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، چه ساعتی از خواب بیدار شدی؟ اولین تماست با بقیه کی بود؟ ببین اینا ریتم دهنده های مهم اجتماعی هست. اولین تماس با آدم دیگه. راست میگه، تا حالا به این قضیه فکر کرده بودین؟ صبح که بیدار میشین چقدر طول میکشه تا با یه آدم دیگه مواجه شین؟ حالا بستگانتون، فرزندتون، پدرتون، مادرتون. بعضی میگن مثلا نیم ساعت تو اتاقمونیم نمیایم بیرون. بعضی میگن نه تا چشم باز کردیم میایم بیرون، سلام، صبح بخیر، مامان خوبی؟ یعنی این خودش یه فنومن مهم اجتماعیه. اولین کانتکتت چیه؟ یا اولین کانتکتت با غیر بستگان کیه؟ مثلا 2 ساعت طول میکشه از خونه بیاد بیرون، ولی یکی دیگه میگه تابی دارم یه رو بعد تو نونواییم، یکی میگه مسجدم. در نتیجه اولین تماس ممکنه 1 ساعت خاص، یعنی فقط بیدار شدنه نیست، first contact with other person. کی کار رو شروع میکنی؟ حالا خانم خونه دارم هست بیدار شده ممکن 2 ساعت فقط داره چای میخوره جلو تلویزیون نشسته تا بعد کار رو شروع کنه، یکی دیگه میگه 10 دقیقه بعد کار رو شروع میکنم. پس اینم یه ریتم دهنده مهم اجتماعیه. پس اولین تماس با یه نفر، اولین ساعتی که کار رو شروع میکنی، شام کی میخوری، کی به خواب میری و و و و غیره، و این میگرده و اون ریتم دهنده هایی رو که مشکل دارن شناسایی میکنه. پس قدم اول پایش ریتم دهنده های اجتماعی. قدم دوم تلاش برای ساماندهی ریتم اجتماعی به منظور اصلاح خلق. چون یافته ها اینو میگن، میگن ریتم اجتماعی رو که درست میکنی خلقت سریعا خوب میشه. تو معتاد هم اینجوره ها، یعنی شما اینو میگم اونایی که برای درمان اعتیاد میخوان کار کنن، سوشیال ریتم متریک برای درمان اعتیاد هم خیلی کاربرد داره، بخشی از ماتریکس هم هست. یعنی یه کاری که اینا همش واقعا نزدیک هم قرار بگیره. آخه نمیشه که یه روز شما مثلا 2 ساعت تو خونه نشستی بعد میزنی بیرون. این چه جوریه؟ تو رخت خواب چشامو باز کردم بلند نمیشم، بعد یه روز دیگه اصلا ساعت کوک کردم 5 صبح بلند شدم یه مسواک زدم صبحونه نخورده سر کارم. اینا همش نشون میده سوشال ریتم نامنظمه. پس
به منظور اصلاح خلق میگم، اونایی که برای اعتیاد میخوان میتونن بگن به منظور اصلاح وسوسه، به منظور کنترل مصرف مواد. مداخله در حوزه های مهم بین فردی، یعنی کار دیگه ای که میکنند اینه که تو حوزه های مهم بین فردی مداخله کنند. چون یادتون باشه گفتیم بر اساس نظریه IPSRT ریتم دهنده های مهم اجتماعی هند، ریتم دهنده های بین فردی هند، اونا هستند که در واقع تنظیم میکنند. فقط یه خواب نیست، اون روابط بین فردی هست و در واقع حوزه های مهم بین فردی رو باید طرف بتونه اصلاح کنه. مثلا حوزه های مهمی که در IPSRT مطرح میشه دوستان عزیز اینه، او معتقده این حوزه ها هستند که ریتم اجتماعی شما رو به هم میزنند. اینا اون چیزاییه که اونا که علاقمند به این روان درمانیان باید این حوزه ها رو بشناسند، یعنی حوزه های مهم بین فردی که ریتم اجتماعی شما رو به هم میزنند. اولین حوزه ای که تو IPSRT مطرح میشه، اینم بهتون بگم اینا اختراع الن فرانک نیست، اینا داستان IPT روان درمانی بین فردیه، میگن حوزه سوگ عزیزانه. میگه ابر به هم زننده نظم در واقع روزمره زندگی ما مرگ عزیزان ماست. برای همین هم هست که بعد از مرگ عزیزان امکان اوت بسیار میره بالا و او معتقد درست استرس هست، درست افسردگی هست، درست احساس غم ناشی از دست دادن اون فرد هست، ولی اتفاق مهمی که میفته اینه با مرگ اون عزیز سیکل روزانه فرد دیگه کاملا در هم بر هم میشه. خیلی‌ها میگن آره پدرمون صبح که بیدار میشد اون صبحانه میذاشت، چای میذاشت، همه با هم بودیم، ولی از زمانی که پدر مرده دیگه هر کسی برای خودش داره ریتم خودش رو میره، یا مادر همه رو سر نهار جمع میکرد 12 با هم بودیم، اون که رفت ریتم زندگیمون فرو پاشید. پس معتقده یکی از به هم زننده های نظم بین فردی در واقع سوگ عزیزانه که وقتی یکی از دست میدی اون لاسش نظمتون رو خراب میکنه. دومین حوزه مطرح در IPT اینه، سوگ برای سلامت از دست رفته. میگه خیلی از بیماران دو قطبی این مشکل رو دارند، میگن همش حسرت دوره سلامتمون رو میخوریم، یاد اون زمانی میفتیم که چقدر قبراق بودیم، یاد اون زمانی میفتیم روزی 10 ساعت کار میکردیم، یاد اون زمانی که شاگرد اول بودم درس میخوندم، الان هیچ کاری نمیتونم بکنم، الان همش تو خونم، الان ولوام. و در واقع معتقد یکی از حوزه‌های مهمی که روانشناس باید رو اون کار کنه اینه، کمک کنه طرف با سوگ سلامت از دست رفته کنار بیاد، یعنی با این مسئله کنار بیاد که دیگه مثل سابق قبراق نیستم، دیگه مثل سابق توانمند نیستم، بتونه اکسپت کنه آسیبی رو که خورده، بتونه اکسپت کنه که دیگه نمیتونه قهرمان شماره یک باشه، شاگرد اول بمونه، نمیتونه دیگه به سابق پول دراره و بتونه با این قضیه کنار بیاد. عامل بعدی میگه منازعات بین فردیه، دعواها، مشاجرات زناشویی، مشاجرات خانوادگی، میگه اینا به هم زننده های سوشال ریتم هستن و یه جوری همه چی رو میزنن. پس روانشناس باید روی مانور بده که بیاد حوزه های مناقشه بین فردی رو شناسایی کنه و اونا رو حل کنه. خب بعضی موقع اینا از تکنیک های در واقع شناختی هم استفاده میکنند. مثال هایی که اینا میزنن اینه، میگن خیلی از مواقع این منازعات بین فردی ناشی از انتظارات، باورهای بیماران هست و در واقع لازمه به بیماران کمک کنیم که مشکلات بین فردیشون رو بتونن حل کنند و این مشکلات بین فردی خیلی از مواقع ناشی از انتظارات نامعقول ایناست. مثلا انتظاری که باید بفهمن جهان همیشه عادلانه و منطقی نیست. خیلی از مریضا میگن ما همش هرس میخوریم، اذیت میشیم، تا میریم سر کار به هم میریزیم، بعد سر اون خوابمون خراب میشه و عود میکنیم. میگیم سر چی به هم میریزی؟ میگه سر این به هم میریزیم که تو محل کار در واقع همه به همون زور میگن، همه از من بیش از حد انتظار دارن، حس میکنم حق من خورده میشه. مهم اینه که بتونه کنار بیاد با این اصلا همیشه عادلانه و منطقی نیست، یه جاهای حقت خورده میشه، یه جاهای منازعات شکل میگیرن، اینکه تغییر انسانها و روابط خیلی دشوار و کنده، بپذیره که آره دیگران به راحتی قبولت نمیکنن، دیگران به راحتی بهت امتیاز نمیدن، اگرم کسی میخواد نظرش از منفی به مثبت به شما عوض بشه زمان میبره، به راحتی شما نمیتونی اون چیزی رو که میخوای به دست بیاری. برای همین خیلی از اینا چه معتادا چه بی ام دیا میان میگن به خانواده ما بگین که دیگه اونجوری برخورد نکنن، اونجوری منو اذیت نکنن،
جوابی که ما بهشون میدیم اینه تغییر انسان‌ها از جمله مادرت از جمله خانواده خیلی سخته و فکر نکن روابط بین فردیت اینقدر سریع درست میشه. گاهی بالادستی‌ها هم دچار ضعفن. فکر نکن شما چون بیماری انتظار داری مادرت همیشه معقولانه باهات رفتار کنه. اونم مشکلات خودشو داره. پدرت هم مشکلات خودشو داره. همسر خود شما هم گرفتاریاشو داره. پس منازعات بین فردی از راه مدل‌های شناختی در این نظام درمانی مورد بحث قرار میگیرند. منازعات بین فردی. اینا مثال‌های معروفی بود که الن فرانک در کتابش آورده. میگه من در جلسات سی بی تی با مریضا روی اینا کار میکنم. جهان همیشه عادلانه نیست. تغییر انسان‌ها و زمان دشواره و زمان بره و همه غیر از شما آدمای سالمی نیستن. اونا هم مشکل دارن، اونا هم گرفتاری دارن. پس نباید انتظار داشته باشی همه با شما عادلانه، معقولانه و صحیح برخورد کنن. به نوعی پذیرش ناملایمات جهانه که سر اون شما دچار منازعات بین فردی نشی که ناشی از اون ریتم زندگیت به هم بریزه. عامل دیگه‌ای که در این روان درمانی خیلی بهش توجه میشه تغییر در نقش فردی است. Role transitions. Role transition چی میگه؟ میگه یه حوزه‌های مهمی که مریض‌های دو قطبی و به نظر من معتادان توش خیلی مشکل دارن تغییر رول هاست. زمانی که بازنشسته میشی، زمانی که درس تموم میشه، زمانی که باید سر کار جدید بری، زمانی که باید اسباب کشی کنی، زمانی که دیگه باید مستقل زندگی کنی، همه این دوره‌های تغییر مصادف میشن با تغییر در سوشال ریتم و این خطر رو دارن که شما رو به یک حمله خلقی یا عود مصرف مواد مخدر بکشونند. پس منیج کردن، مدیریت کردن و حواسمون رو جمع کردن که هنگام رول ترانزیشنز بیمار رو منیجش کنیم، مدیریتش کنیم، جزء ارکان درمان آی پی تی در واقع بیماران خلقی است. و بالاخره اینترپرسونال دفیسیتس، کمبودهای بین فردی. طرف احساسهایی داره که میگه از پس خیلی از مشکلات بر نمیام، خجالتی ام، افسردگی دارم، کمرو ام، نمیتونم حقمو بگیرم، در برخورد با دیگران احساس میکنم که توانایی و مهارت لازم رو ندارم. این دفیسیت های بین فردی باعث به هم زدن روابط بین فردیش میشه. پس بخوام خلاصه بگم، میگم هدف ما آموزش آی پی تی نیست، ولی آی پی تی اس آر در واقع این رو میگه که سوشال ریتم به هم میخوره به واسطه مشکلات آی پی تی اینترپرسونال. و پنج حوزه مهم مشکلات بین فردی از نظر روانشناسی بین فردی ایناست: سوگ از دست دادن سلامت، مناقشات بین فردی یعنی مشاجراتی که شما با عزیزانتون دارین، رول ترانزیشن تغییر رول هاتون، مثلا مادریه که الان بچه هاش دیگه مدرسه میرند یا پدر بزرگیه که صاحب نوه شده، و از اون طرف کمبودهای بین فردی. پس در این سیستم خیلی روان درمانی بر اینها استواره. یه قسمت دیگه‌ای که به شدت در واقع IPSRT بهش تاکید میشه اینه: تنظیم خواب. یعنی معتقدن حالا منهای این که ما ریتم اجتماعی رو درست میکنیم و روابط بین فردی رو سعی میکنیم اصلاح کنیم در این حوزه ها، میگن اورژانسی هم هر موقع دیدی خواب خراب میشه، حتی دیگه با اینی که شما سوشال ریتم رو درست کردی، منازعات بین فردی رو درست کردی، حتی اگه لازمه نورولپتیک بدی. یعنی یه ذره با دارو درمانی هم مخلوطه. اینجا استثناءً شما روان درمانی رو میبینی که در این روان درمانی استفاده از دارو درمانی تجویز میشه. میگه وقتی دیدی داری روانشناسی کار میکنی اینا رو درست کنی، سعی میکنی منازعات بین فردی رو اصلاح کنی، همچین نگرش هایی رو اصلاح کنی به این نیت که سوشال ریتم شما خراب نشه، خوبه، این جلوگیری میکنه. ولی وقتی اوضاع خیلی بغرنج شد، اوضاع خیلی بحرانی شد، حتی در اون شرایط شما میتونی دست به دارو ببری. برای همین اینا به این دیدگاه یا به این تکنیک میگن Rescue Neuroleptics. میگه آره دیدی دعوا شده، مثلا منازعات بالا گرفته و اون داره خواب بیمار، سوشال ریتم بیمار رو خراب میکنه. شما سعی کردی از طریق مشاوره، از طریق روان درمانی منازعات رو کم کنی که ریتم زندگیش به هم نخوره، ولی بازم جواب نداده. اشکال نداره، دست به دارو بشو، به هر جوری شده خواب و نظم زندگی رو به بیمار برگردون. یا مثلا اگه بیماری دچار سوگه، میگن تو سوگ شما نباید دارو درمانی بدی، ولی تو این نظام میگن باید بدی. چرا؟ چون سه شب داره عزاداری میکنه، نمیخوابه، این سوشال ریتمش رو به هم میزنه
ریتم اجتماعی که به هم خورد ریتم بیولوژیک به هم میخوره و اون باعث میشه بیماری خلقیش عود کنه. شما در اینجا میای و در واقع به بیمار نورولپتیک میدی، مثلا اولانزاپین میدی که راحت بگیره بخوابه. پس میبینید که شما در واقع یک مداخله چمبودی رو دارید. باز اگر کتاب الن فرانک رو نگاه کنید، اجزای دیگه تو دلش هست. این اجزا رو من فهرستی براتون میگم چون تو مداخلات دیگه بیشتر راجبش صحبت شده. مثلا تو این پایش خلقم هست، علاوه بر اینکه فعالیت‌های روزانه رو دیدید سوشال ریتم متریک داره، چارت علائم خلقی هم هست. ما خواهیم دید که چارت کردن علائم خلقی یکی از تکنیک‌های مهم در روان درمانی‌های اختلال دو قطبی است. یعنی یه چارت می‌ذاره جلوش، هر روز خلق خودت رو میش نمره بده، از 0 تا 7 به خودت نمره بده و گرافش رو رسم کن. افزایش پایبندی به دارو، باز تکنیک‌هایی وجود داره چه از طریق پایش چه از طریق مشاوره که باید داروات رو ادامه بدی. در این سیستم معتقدن فقط منازعات بین فردی نیست، فقط سوشال ریتم نیست، باید کمکش کنیم که داروهاش رو در وقت بخوره. آشنایی و پایش علائم هشدار دهنده، همونی که تو مقالات قبلی بود، آلیسون پری یادتونه، اینو از آلیسون پری گرفته. فعالسازی رفتاری، طی روز افزایش فعالیت داشته باشه، فعالیت تفریحی، فعالیت ورزشی، فعالیت آموزشی، مهارت‌های اجتماعی، یعنی همش تو خونه نشینی، یه جور چارت کنی و پایش کنی که روز به روز اکتیوتر بشه. روان درمانی‌های دیگه هم اینو دارند. و تأکید بر پرهیز از مصرف مواد مخدر، چون خواهیم دید مواد مخدر یکی از بهم زننده های اصلی روابط بین فردی و ریتم اجتماعی است و بر اساس نظریه در واقع interpersonal social rhythm psychotherapy، مواد مخدر یکی از آفتهای اصلیه. هم ریتم اجتماعی تو با هم میزنه، هم ریتم بیولوژیک تو با هم میزنه، هم روابط بین فردی تو با هم میزنه. وقتی این ستا رو با هم زد مستعد عودت میکنه. برای همین چند دود هشیش یه ذره آمفتامین میتونه یه اپیزود دیگر رو برات درست کنه. خب تا اینجا ما مکتب پنسیلوانیا یا شهر پیتسبرگ رو دیدیم که در واقع الن فرانک مبتکر اون بود. اینا اجزای فرعیش هست، 1, 2, 3, 4, 5 جزء فرعی داره. اشاره کردیم رسکیو نورولپتیک دیده میشه، یعنی حتی دارو درمانی هم توش هست، ولی اساس روان درمانیش حل منازعات اصلی بین فردیه که در واقع حوزه های سوگ، سوگ سلامت، منازعات بین فردی، تغییر نقش فردی و کمبودهای فردی رو هدف قرار میده. پس با یک روان درمانی آشنا شدیم. خب یک بریک کوتاه، بعد از اون میریم روان درمانی دوم رو دنبال کنیم، چیزی که به مکتب بولدر کلرادو معروفه. این یکی در شهر بولدر در ایالت کلرادو دیولوب شد. بیاییم ببینیم میراث این چیه و این چه تکنیکایی رو مطرح میکنه. البته خیلی نگران نباشید، ممکنه خسته بشید بگید که انواع مکاتب میاد، ولی آخر دیویدی یه چیز جالب متوجه میشید که همه اینا مثل که اینقدر از همدیگه قرض گرفتن که همشون یه چیزو دارن میگن، منتها یکی تاکیدش روی قسمت بیشتره. مثلا تا اینجا دیدید تاکید مکتب فرانک، مکتب پیتسبرگ پنسیلوانیا، بیشتر بر ریتم اجتماعی، ریتم بیولوژیک و روابط بین فردی است. بیاییم ببینیم مکتب کلرادو رو چه چیزی تاکید داره.